اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران در زمین ماست، ما از یک آبه هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای دوریتا بد خدا همه رکت با کن بانوی عاشق بر حریر جان نام سپیدار جوانی را با پنجه بر دیوار با گریه در تاریخ با بوسه در خاکستر آن یادها آن شورها فریادها در لحظه بیداد خط میزند در باد پروانه با مردش آن مرد مردستان سروی نه سروستان از کوچه های نهضتی خونین تا پشت مجلس تا بهارستان هر جا نشانش مانده بر دیوار نقشش به روی دل یادش نگارستان پروانه با مردش خونین به روی خاک بیباک زن افسرد جان آزرد دل غمناک با زرخندی تلخ در کنج لبهایی که میخواندند غمنامه های سرزمین پاک دستی فرا میشد در خالی شب باز می آمد بر سینه آن نازکین بانوی ایران شهر پروانه در خون بال و پر میزد آن سوی شب در خون شناور بود شبخان دیروز بهارستان آن مرد مردستان علیرضا نوریزاده پنج شنبه 13 آبان ماه سوم ماه نوامبر به شما سلام میکنه تصورشو بکنید که این شعری که خوندم میدونید برای فروهر و پروانه بود اون دو عزیزی که دوستشون داشتم و امروز میهمان من یکی از یاران اونا سب کنید عجله نکنید میبینینش من داشتم حرفای آقای خامنه ای رو میدیدم به مناسبت 13 آبان ایشون دوباره در یک سخنرانی به دولت آمریکا و طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت تاختند و این طرفداران را از نفس افتاده و دنیا طلب خواندن ایشون برای عده از دانشجویان گفتن روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی رو بهشون تبریک میگم در حال حاضر آمریکا و عوامل وابسته این کشور به علاوه برخی پشیمان شده ها حرف من الان اینجاست خیلی خوب چی پشیمان شده؟ اون کسی که به وطنش علاقه داره میدونه 35 سال 36 سال پیش خیانت حزب توده و عوامل حزب توده و اون بدبخت هایی که تو این تله افتادن مصیبتی رو برای ملت ایران به پا کرد که تا امروز گریبانگیر ماست چرا باید ملت ایران که گذرنامه‌شو میبرد سفارت آمریکا 4 سال ویزا رو شاخش بود باید بره 50 صفحه پر کنه اگر حالا من که مشکل ندارم ولی اونایی که گذرنامه ایرانی دارن میرن ایران میان 100 جور سوال جواب بدن از کودکستان کجا بودن تا حالا مادرشون عمهشون داییشون خالهشون که سربازی 40 سال پیش رفتن یا نرفتن چرا؟ به خاطر حماقت و خیانت به خاطر حماقت اون عده‌ای که به اسم دانشجو خط امام تو چنگ آقای کیانوری و حزب توده افتادن و حزب توده رقصوندشون و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مالک و رقاب امروز ایران آقای پوتین پادشاه ایرانه سلطان ایران آقای پوتینه در شاهرخی پایگاه هوایی داره در قش پایگاه دریایی داره در اصفهان پایگاه ضد هوایی داره بنابراین
در کدوم تاریخ ایران از دیرباز تا امروز ما اینجوری مستعمره شده بودیم؟ کی؟ 57 سال پدر و پسر پایگاه به خارجی ندادن. در دوران مشروطه پایگاه ندادیم. زمانی که حقوق پادشاه و نخست وزیرم دولت بریتانیا می باز پایگاه بهشون ندیم. ولی امروز پایگاه دادن. بنابراین اگر آقای خامنه‌ای فکر میکنه مثلا آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی یا آقای روحانی و امثال اون از این عمل جنایتکارانه و خیانتکارانه پشیمانن، خوشحال باید ایشون باشه، خوشحال باشه که عده ای از اهالی حاکمیت عقلشون رو به دست آوردن. نباید ناراحت باشه. برای چی ایشون ناراحته؟ خود آقای خامنه‌ای مگه موقعی که دانشجو خط امام سفارت رو گرفتن تقبیرشون نکرد؟ خود بنده از زبان ایشون شنیدم به شدت با این عمل مخالف بود. چطور امروز شده این بساط یه دکانی که آدم مرتب به آمریکا فحش بده؟ چرا از اوباما بیشتر در تمام دوران پهلوی آمریکا اینقدر که اوباما به شما لطف کرد به ایران لطف نکرده بود؟ خاطرات علم رو بخونید، در پس پرده ببینید چه خبره. دعواهای شاه با جرال فورد که دوستش بوده، درگیری با نیکسون، با کیسینجر و با بقیه. ماشاءالله آقای اوباما که شما یه دنگی به داریه میزنید سه تا براتون عربی میرخصه. چی دیگه میخواد؟ دیگه بهتر از این رئیس جمهور؟ 2 میلیارد و دادگاه آمریکا ازتون میگیرن، 1,700,000 سرزب نقد براتون میفرسته، اونم دینار کویتی، روز به روز قیمتش میره بالاتر، یورو. چی میخواین دیگه؟ هی مرگ بر آمریکا، مرگ بر... چی نصیبتون شد بابت این خیانت بزرگ، خیانت عظما؟ فقط چی کار کردید؟ هر چی آدم ملی بود، هر چی آدم درست بود، هر چی بچهای جبهه ملی بودن، نهضت آزادی بودن، آدمهایی بودن که اعتقاد به ملیتشون داشتن، ایران براشون ارزش داشت، کاری هم به دین مردم ایران نداشتن، همونا رو گرفتید یا طرد کردید یا زندان انداختید یا وادار کردید از کشور بگریزن. این نتیجه سفارت آمریکا. همین آقای رفسنجانی که حالا اظهار پشیمانی میکنه، اون زمان انقلاب دوم رو تبریک میگفتن، اما حضرت عالی مخالفش بودی. چی شد حالا؟ به هر حال اسباب تاسفه. بسیار ناراحت شدم که دیدم مثل که دست بردار نیستن از این مرگ بر آمریکا. این دکان باید تعطیل بشه، در این دکان باید تخته بشه، سفارت ایران باید به جایگاه خودش برگرده، سفارت آمریکا به جایگاه خودش برگرده و حداقل دو ملتی که با هم هرگز قهر نبودن مشاهده بکنن حکومت‌هاشون هم با هم از در دوستی در اومده. ما چه دشمنی با آمریکا داریم؟ الان حاج قاسم سلیمانیتون که تو فهرست سیاه نفر اوله، آمریکایی‌ها تحملش میکنن، میره عراق، میاد برمیگرده، مثل آب خوردن میتونن بزننش. حتی حسن نصرالله جان شما، آمریکایی‌ها تحملش میکنن و آقای جانکری میگه در سوریه و در جاهای دیگه حزب الشیطان البته به ماها کاری نداره. چی دیگه میخوان؟ شهادت حسین سلوک هم براتون داره صادر میکنه. این همه آدم کشتید، تروریسم رو تقویت کردید، رواج دادید، دولت آمریکا میاد ازتون تعریف میکنه. آقای تریتا پارسی و خانتر و غیره و غیرم درباره دموکراسی اسلامی در واشنگتن سخنرانی میکنن و خانم نورزاد در کاخ سفید بریف میکنه آقای اوباما رو که به 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 چه 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 تی دموکراسی اسلامی که احمد جنتی زامنش. چی دیگه میخوان؟ دیگه بهتر از این روابط ارباب و رعیتی هم اقلا با امریکا بکنید، نه با روسیه، چون با روسیه همیشه رعیت خواهید موند. با امریکا این شانس وجود داره که به یه جایی برسید مثل آخرای دوره شاه که حالت برابر پیدا کنید. باری چند نکته رو بگم بعد برم به استقبال مهمان عزیزم. دیشب و امروز نیروهای عراقی پیشرفت‌های چشمگیری داشتن. این وسط یک نگرانی وجود داره. چیه؟ نگرانیش اینه که هشت شعبی مجموعه ای از نیروهای شیعه که توشون
آدم های صادق و مخلصی هستند و آدم های ناجور و نادرستی مثل آقای هادی العامری، ابو مهدی المهندس و چندین نفر دیگه هستن، ابو اسرائیل که واقعا ابو اسرائیل یک نماد جهل و آدم کشی و چی براتون بگم راجعش، ابو اسرائیل حدادیان عراقه با دو برابر وزن هیکلشو، بچه ها حتما عکسشو پیدا میکنم براتون میزن. در هر حال این هشت شعبی در منطقه تلعفر، منطقه تلعفر منطقه ترکمان نشین عراقه، یه منطقه است که کردها توشن، عربهای سنی هستن و ترکمنها که بعضن شیعن. هشت شعبی به بهانه حمایت از شیعیان به طرف تلعفر داره میره. دولت ترکیه نیروهایی که مستقر کرده الان به 1000 تا رسیدن، نزدیک 20 تا تانک، گفته که اگر اینا وارد تلعفر بشن ترکیه مقابله خواهد کرد برای حفظ جان ترکمنها و کردها. آقای بارزانی به ترکیه رفته بود، ملاقاتی با آقای رجب طیب اردوغان داشت و در این ملاقات بارزانی خواستار آن شد که ترکیه کردها رو تنها نگذاره. خب اگر اینا برن، حرفای عبادی رو گوش میکردم دیروز، خط نشون میکشی به ترکا میگم اگه پاتون رو بگذارید ما دفاع خواهیم کرد. ای داد شما پچه رو وقتی نیروهای جمهوری ولایت فقیه اومد هیچ کاری نکردید، نیروهای 40 تا کشور الان تو عراقن، یه دفعه یاد حاکمیت ملی افتادید چون ترکا اومدن. ترکا میگه آقا من مرز طولانی مشترک با عراق و سوریه دارم، پککه اومده اونجا از اونجا داره سربازای منو میکشه، شهروندای منو میکشه، پس امنیت ملی من در خطره، همینطور داعش، بنابراین هر جا لازم باشه میام جلو. مگر سرتی پوردستان نگفت فرمانده نیروی زمینی ارتش مرز ما 40 کیلومتر داخل عراق، اگه داعش به اونجا نزدیک بشه ما وارد عمل میشیم؟ همین حق برای ترکا هم محفوظه، برای سعودی ها و اردنی ها محفوظه، برای کویتی ها محفوظه، اگر تا 40 کیلومتری خاک ما اومدن واکنش نشون میده. در حال امیدوارم این ماجرا ادامه پیدا نکنه. سخنگوی دولت امریکا دیروز که داشت راجع به انتخاب میشل اون به ریاست جمهوری لبنان سخن میگفت، اظهار نگرانی کرد از اینکه آقای اون خیلی بخواد نوکری حزب الله رو بکنه و آرزو کرد که اون اونطور که در نطق قبول ریاستش عنوان کرد تلاش بکنه که استقلال لبنان رو حفظ بکنه. و آدمی که جنگید تا پای جان با سوریه برای اینکه ارتش سوریه بیرون بره و استقلال کشورش حفظ بشه، الان دیگه نباید یه جوری رفتار بکنه که اسباب نگرانی همسایگان و دوستان لبنان و همینطور دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و فرانسه بشه. بسیار خوب، حالا بقیه حرفام لابلای حرفام میاد. کیه مهمان برنامه من؟ بذارید خود برم عقب. زمانی که حزب ملت ایران بر مبنای پانیرالیسم شکل گرفت، حزب اول حزب پانیرالیسم مرحوم محسن پزشکپور و دوستانشون در این بودن، داریوش فروهر، حسن علی خان سالم کلالی که عزیز من، عموی من، نازنین من، بانو سلام، و اینا جمع شده بودن که حزب رو درست بکنن. یه کادر جوانتری هم در کنار اینها وجود داشت. در جریان ملی شدن صنعت نفت، نهضت ملی، آقای مرحوم پزشکپور یا به قول خودشون سرور پزشکپور و عده از دوستانش، دکتر عاملی تهرانی عزیز، اون بزرگواری که این رژیم ناجوانمردانه به قتل رسوندش، آقای ظفری، دکتر طالب، اینا یه عده‌ای بودن که همون اندیشه پانیرانیزم رو در یک بعد خیلی افراطیش دنبال کردن و گروه دیگری که زندیات داریوش فروهر، حسن علی خان سالم کلالی، خسرو سیف و رفقای دیگرشون بود،
پانیرانیزم رو در اون مفهوم معنوی و نه فقط جغرافیایی و فرهنگیش دنبال کردن و حزب ملت ایران به وجود آمد که بعدها همیشه یکی از ستونهای نهضت ملی، جنبش ملی و جبهه ملی بود. هوشنگ کردستانی، مهندس هوشنگ کردستانی، یکی از اون جوانترها بود که در آخرین انتخاباتی که در جبهه ملی بود جزو گروه حزب ملت ایران انتخاب شد به عضویت شورای جبهه ملی و بعد از انقلابم بسیار تلاش کرد که بتونه هم جبهه ملی حفظ بشه هم حزب ملت ایران. و اون اختلافایی که بین مرحوم فروهر و جبهه ملی پیش اومد، مشکلاتی که جبهه ملی از یک سو و خود فروهر از سوی دیگر با زندیات دکتر شاپور بختیار داشت، اینا همه مسائلی بود که کردستانی دنبال میکرد. نکته جالب به نظر من اینه که در تمام این دوران رابطه مهندس کردستانی با زندیات دکتر شاپور بختیار رابطه بسیار دوستانه بود، همینطور با فروهر. به نوعی او تلاش میکرد بین این دو یار قدیمی روابط برقرار بشه. حالا من از زبان خودش خواهم شنید. ممنونم آقای مهندس کردستانی که تشریف آوردید. از لطفتون. همیشه دیدن شما برای من با ارزش. باور کنید مهندس تمام موهاش سیاه بود که من میدیدمش، حالا موهای او سفید مال منم داره میشه دیگه، نصف سفید شد. در حال منم زبان گذشت مهندس. بله و میذاره. خب برگردیم، اول یک سوالی بکنه. شما اخیراً در رابطه با مسئله ترکیه، کردها مطالبی نوشتید. اصولا نگاه شما به جریانات ترکیه، کودتا و گسترش حضور ترکیه در منطقه چیه؟ از کجا شروع بکنم؟ حالا دیگه شما از هر جا دوست داری شروع کنید. به هر روی اون چه در ترکیه روی داد، خواه انگیزه میهن‌پرستی داشت در ارتش، خواه مخالفت با دخالت ترکیه در یا حمایت ترکیه از داعش داشت، به هر حال یه حرکت، اگر نگم اشتباه، حرکت حساب نشده ای بود و به دلیل همین حساب نشدگی سرانجام نه تنها ناکام ماند بلکه به سود اردوغان تمام شد و ایشون از همین اشتباه استفاده کرد و پایه‌های یک دیکتاتوری شخصی رو در اونجا ریخت. و چیز تعجب‌آور اینه که شب کودتا یک دفعه اعلام شد مثلا چند هزار نفر معلم برکنار شدن، چند هزار قاضی برکنار شدن و هنوز هم تا دو سه روز پیش دیدیم که تعداد زیادی و اینا میرسونه که حداقل دست کم ایشون از یک امکان یک کودتا با خبر بوده و الا نمیشه یه شب ظرف چند ساعت یک همچین لیست و فهرستی رو چیز کرد. درست کامل. ولی اشتباه ایشون قبل از این کودتا که الان پایه‌های دیکتاتوریش رو سعی میکنه از این اشتباه محکمتر استوارتر بکنه، حمایت از داعش بود. بله. اگر حمایت از داعش نبود و حمایت از بله جریانات مذهبی که شبیه اخوان المسلمین بله نبود، افکار عمومی سوریه با دیکتاتوری اسد و پدرش مخالف بودن، طبیعتا از یه با یه حمایت منطقی میشد دیکتاتوری در سوریه به عمرش پایان داد. ولی اومدن این اسلامی‌ها با اون تعصب و با اون اعمالی که کردن در اون قسمت هایی که به دست دید مردم رو نگران کرد. نگران کرد. من با چند تا از دوستان سوریه که اینها فرار کردن و اومدن در پاریس که در تماس هم و برخیشون هم از ارامنه هستن، گفتن جنایات اینها مردم رو متوجه کرد و ما رو متوجه کرد که ما اشتباه ایران رو تکرار نکنیم. یک دیکتاتور به اصطلاح شناخته شده رو، دیکتاتوری که به هر حال به مذهب مردم کاری نداره، بذاریم کنار و یه جریان مذهبی بیاریم که بخواد قوانین شریعت رو پیاده بکنه،
به دنبال اون حمایت از داعش دیگه اشتباه بزرگ حالا هر کشوری بود، هر جریانی بین المللی که حمایت کرد، این اشتباه بزرگتری بود، چون شاید فکر کردن با حمایتی که اون زمان جمهوری اسلامی از اسد میکنه اینا قادر به برکناری اسد نخواهند شد. تقریبا همین حرف خانم کلینتون هم گفت، گفت پافشاری جمهوری اسلامی و بعدن دخالت روس‌ها در سوریه باعث شد که غیر مستقیم اعتراف شد که ما ناگزیر شدیم داعش رو بیرون. ولی داعش با جنایات بدتری که کرد و سرانجام پاشو به اروپا هم گذاشت و حتی تا استرالیا رفت، بیشتر افکار عمومی رو در اروپا هم بر ضد خودش تحریض کرد. و من یه نتیجه که گرفتم، شاید جنابالی هم گرفتی، شاید دوستان هموطن دیگه هم گرفتن، داعش ما رو متوجه شد که 1400 سال پیش اینا چه کردن با نیاکان ما در اون دوران. بر روی دولت ترکیه در رسوندن تجهیزات جنگی به داعش بی‌دخالت نبود، که خب بارها مطرح شد، و حتی در رسوندن جهادی هایی که از نقاط مختلف دنیا میمدن میرفتن اونجا هموار میکرد راهشون و مسیرشون رو به پیوستن به داعش. از دید من و از دید هر ایرانی میهن‌پرستی که برای آزادی ایران فعالیت میکنیم و آزادی ایران رو در محدوده جغرافی ایران نمیخواییم، در منطقه و حتی اگر بتونیم در دنیا میخواییم، در سوریه راه حل این که مردم اینطور کشته بشن و اینطور آواره بشن راه حل منطقی نیست و به جایی نمیرسه. به هر حال باید قدرت‌های بزرگ بشینن راه مذاکره رو با هم توافق کنن و این کشور رو به آسایش ببینه. بی تردید بیش از 80% از آواره‌ها به سرزمین خودشون برمیگردن و موزل اروپا هم حل میشه. آقای مهندس کردستانی، یه سوالی که بعد از اتفاقاتی که در جهان عرب رخ داد، ما درست اگه یادتون باشه آغازگر بودیم، یعنی جنبش سبز ایران شروع شد، بعدش این نهضت‌های بهار عربی. یکی از دلایلی که جنبش سبز متوقف شد، آیا به نظر شما پیامدهای این بهار عربی در کشور منطقه نبود؟ یعنی نگرانی مردم که این نظم موجود با سرکوبگری منجر بشه به یک بی‌نظمی با سرکوبگری، آیا یه چیزی که مردم رو متوقف میکنه از یک حرکت بزرگ این نیست که مردم وحشت دارن ایران عراق نشه، سوریه نشه، لیبی نشه؟ یک ترس به حق مردم همین مسئله بود که ایران تبدیل به حتی افغانستان، عراق، لیبی و سایر جاها حتی مصر نشه. یک ترس مردم هم این بود که کار به جنگ نکشه و به هر حال میتونستن پیامدهای یه جنگ بزرگ رو پیشبینی بکنن کاملا. ولی من یه دیدگاهی دارم، شاید با دیدگاه خیلی از هموطنانم یه جور نباشه. من معتقدم در ایران، در جامعه ایران آنچنان ملی‌گرایی گسترش کرده و رو گسترش یافته و روز به روز در حال پیشرفته که در حقیقت ما داشتیم یه جنبش ملی به وجود می آوردیم در ایران و با دخالت کسانی که در سالهای اول یا در دوران خمینی، به هر حال نمیتونم بگم ما برکنار بودیم از اون چه گذشت در دوران خمینی، وقتی کسی 8 سال نخست وزیر بوده، با دخالت ایران این جنبش ملی تبدیل شد به جنبش سبز که علامت سبز هم نشون دهنده اینه که ما هنوز پیروی از اسلام اسلامی است. ولی اون جمعیتی که شهردار تهران حال درست برابر کرده بود یا نه، گفت 3 میلیون نفر هستن، اون 3 میلیون میتونست برای همیشه به عمر نظام پایان بده. کشوندن اینا به میدون شهیاد یا میدون آزادی امروز و رفتن رو ماشین که حضور میلیونی شما که همه برای ضدیت با این قانون اساسی بود که بدبخ شده بودن، گفت حضور میلیونی شما برای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازگشت به دوران طلایی امامه. یعنی دوران تاریخ معاصر ایران. به این دلیل این جنبش خیلی به هر حال طبیعتا فهمیدن و کنار گیر کردن، حتی طرفداراش هم. و من یه بارم
فکر میکنم در یه مصاحبه با خود جناب علی گفتم در 25 خرداد سال 60 جبهه ملی نظام رو قبول نداشت، یعنی قطعنامه ما که نذاشتن اونجا بشه، بله، که جمهوری اسلامی به دلیل جنایاتی که کرده، اونم جنایات محدود در اون زمان، هنوز اینطور تا امروز کشیده نشده بود، فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت قانونی است و ملت ایران باید نظام آینده رو با رأی خودش. و بعد دیدیم در اون روز بعد از گذشت 25 سال ایشون اونجا اعلام کرد که حضور میلیونی شما به دلیل اجرای قانون اساسی خودش باعث بدبختی ماست و برگشت به دوران طلایی امام، یعنی دوران تاریخ شما را که مرتد اعلام کردن و به گوش اسلام مصدق سیلی زد. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. منو میبینید، زندگی من همینه. موندم زخم خوردم از قلبم، چون نمیشد از عشق برگردم، با غرورم یه شهر هم درده، بس که شعرام و زندگی کردم، من یه عمر تمام دردامو قصه کردم، برای یک دنیا شعر گفتم، برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها، بشنوی تنها. من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با قلب خودم، من با این زخما چه کنم، خسته شدم از حال خودم. من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با حس خودم، من با این رویا چه کنم، خسته شدم از دست خودم. چیزی نمیگم از حالم، میشه حرفا نقطه چین باشه، گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه. من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با قلب خودم، من با این زخما چه کنم، خسته شدم از حال خودم. من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با حس خودم، من با این رویا چه کنم، خسته شدم از دست خودم. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم. آقای مهندس کردستانی، اینجا گیره دووردم، میخوام چندین سوال که همه مطرح تو جامعه. جبهه ملی در زمان ملی شدن نفت تشکیل شد، نیروهای متعدد، بعد اینا غربال شدن، یعنی به نسبت قوت و ضعف اعتقادشون به راه مصدق و راه ملی، یه عده رفتن یه عده موندن. ولی در تمام دوران 15 ساله یا 20 ساله، در تمام این دوران اگر حساب بکنیم، بله 25 ساله، در تمام این دوران جبهه ملی حضور داشت. یعنی به محض اینکه
یک ذره جو مناسب میشد جبهه ملی رو میدیدیم. نمونش اون میتینگ عظیم جلالی است که من بچه بودم ولی همیشه یادمه، به خصوص نطق دکتر بختیار رو. بعد با زمان امینی خب جریاناتو بودیم، زمان علم دوباره باز بودیم، باز جبهه ملی حالا زندان رفتن و اومدن و غیره، ولی این ارتباط وجود داشت و جبهه ملی نیروی جوانم توش میومد. یعنی شما جوانش بودی و نظیر شما تو جبهه ملی بودن که سریعا هم میمدن لیاقت خود رو نشون میدادن. چه اتفاقی افتاده که بعد از انقلاب جبهه ملی نمیتونه پا بگیره؟ هر زمان ما امیدوار میشیم، میشنویم جلسه داشتن، الان فقط جبهه ملی شده آگهی تسلیت. آقای گیتیبین در میگذرد یه تسلیت یه جا میبینیم، آقای تقی‌زاده به رحمت خدا میره یک آگهی میبینیم. چی کار دارن میکنن؟ جبهه ملی در داخل در کجاست و در خارج این همه جبهه ملی یعنی چی؟ پاسخش از دید من خیلی ساده است. جبهه ملی وقتی تشکیل شد، به هر حال مصدق رو به عنوان رهبر انتخاب کردن اون 20 نفر. بله. و شرط ورود به شورای مرکزی رو گذاشتن که سازمان‌ها و احزاب سیاسی نماینده بفرستن. این مفهومش این بود که مردم در این حرکت حاضر باشن، حضور داشته باشن و تلاش بکنن. درست. موفقیت جبهه ملی در دوران نخست وزیری مصدق، بزرگترین دلیل موفقیتش حضور مردم، حضور میلیونی مردم از خواستهای جبهه ملی، از حمایت از ملی شدن صنعت نفت، که مفهومش این بود که عملا استعمار و نفوذش رو در ایران برکنار میکرد و آزادی که به مردم و مطبوعات داد، اینها باعث شده بود که مردم حضور داشتن. حضور مردم بود که حماسه سیامتی رو به وجود آورد. در دوران بعد که رسیدیم به انقلاب، خب اشتباهاتی صورت گرفت. یعنی هرچی دکتر صدیقی، غلام حسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار و در کنار دکتر اصغر پارسا و در نسل پایین‌تر من توضیح میدادم که آقا ما داریم به راهی میریم که نه تنها بهتر از گذشته نمیشه، بدتر میشه. و حتی حرفی من زده بودم در اون موقع که بعداً شنیدم دکتر بختیار در هیئت اجرایی گفته بوده همون موقع. من به دوستان میگفتم اینقدر انقلاب زده نباشیم و در نظامی که شاه دیکتاتور هست شاید ما میتونیم زندگی کنیم و کار بکنیم و میکردی در نظام در بله در نظام استبدادی ممکنه این استبداد مذهبی این وضعیت برای ما وجود نداشته باشه. بعدها شنیدم، نمیخوام اسم ببرم، دوست مشترکمون که ایران هستن، بله، ایشون گفتن که وقتی بختیار از امضای این نامه که سه ماده‌ای بود، سنجابی اینجا امضا کرده بود بدون تصویب هیئت اجرایی و در اونجا مطرح شد، بختیار به عنوان اعتراض مطرح کرد، سنجابی و فروهر رأی موافق دادن، بختیار و رضای شایان مخالف، سرانجام باید مبشری نفر پنجم رأی داد، تایید کرد. تایید کرد که اون موقع بختیار گفته بود من ترجیح میدم در نظام استبداد چکمه زندگی کنم ولی در نظام استبداد نرم. این حرف رو در اون روز زده بود. این در واقع تعبیره زندیات دکتر صدیقی هم بود. بله. وقتی که ایشون قبول کرد ما خدمتشون رفتیم، ایشون میگه اولا من وجاهت ملی رو برای سنگ قبرم نمیخوام، بعدم شاه رو باهاش میشه تعامل کرد، با خمینی نمیشه. و این خیلی حرف مهمی بود. بله اینو موقعی که قبول کرد. چه خبر بود اون پشت؟ ببینید. شما تو شورا میشستید، آقای سنجابی، مرحوم سنجابی چه جوری توجیه میکرد این سه ماده رو؟ بله من اون موقع دبیر جبهه ملی در استان گیلان بودم. بله. خیلی فعالیت های مثبت کردیم، یعنی جبهه ملی در گیلان واقعا خوشنام بود، یادم فعالم و بود. همین دلیل من آوردن به شورای مرکزی. ولی به هر حال این تفاوت سلیقه، تفاوت دیدگاه و نگاه از دو چشم انداز متفاوت باعث شد که اکثریت جبهه ملی به دنبال انقلاب و رهبری خمینی رفت و من به این دلیل خودم رو نزدیک نکردم به بختیار که به امکان 99% من رو در یک وزارت خونه راه یا نمیدونم مسکن یا نمیذاشت.
چون فکر میکردم در همون شرایط شاید به دلیل اینکه جبهه متشکل از یه نیروی مردمیه، یه نیروی متفاوته، ما بتونیم جبهه ملی رو در مقابل خمینی قرار بدیم. و تلاش من سرانجام منجر شد به 25 خرداد. یعنی در واقع شما و همفکرانتون تصور میکردید، حالا دکتر بختیار رفته به خسروی رو قبول کرده، ما بگذارید باقی بمونیم که اگر احتمالا او شکست خورد یه جبهه ملی در برابر خمینی وجود داشته. یعنی مسیر جبهه ملی رو بتونیم عوض بکنیم، همون راهی که دکتر صدیقی و بختیار و گفتم در پشت پرده دکتر پارسا. در اون جبهه که ما سعی میکردیم که جبهه ملی مسیرش عوض کنه، باید یاد اسم بیارم که آقای انواری خودمون، دکتر عبدالکریم هم عقیده بود با من و خیلی ها از جوانترها. بله، من خاطرات مرحوم زیرکزاده رو میخونم، عملا میبینم مرحوم زیرکزادم با وجود اینکه آدمی بود تدین داشت، اعتقادات داشت، ولی بیشتر متمایل به این جبهه است. یعنی حتی زیرکزاده قدیمی هم بله به این تفکر بود ایشون هم، و با وجود مرحوم احمد رو میگم زیرکزاده، بله، و حتی دو سه تا یاران مصدق که نیومدن به جبهه ملی، اونها معتقد بودن اون تفکر که ما نباید دنبال روی خمینی باشیم و استبداد مذهبی رو جایگزین استبداد سلطنتی بکنیم، اونها این چیزو داشتن. آقای مهندس گلشنی، مرحوم علایار صالح واقعا چه موضعی داشت؟ من روزی که رفت توی صف به جمهوری اسلامی رای داد دیدمش، اظهار نظرش هم چاپ کردم. واقعا چی فکر میکرد علایار صالح؟ ببینید، دو نفر در رهبران جبهه ملی یاران مصدق بودن، با میل نرفتن. یعنی من حقیقت رو باید اینجا فرصتی است بگم. حتما. یکی علایار صالح با میل نرفت، بردنش. یکی سنجابی وقتی از پاریس برگشت و زندان رفت و آزاد شد، من و خسروخان سیف بای رفتیم دیدنشون، بی اقراق 50 نفر منتظر فرصت ها اونجا بودن. دکتر سنجابی گفت باشین، همه که رفتن با هم صحبت میکنیم، نهارم با هم هست. بعد از رفتن اونا کلمات دکتر سنجابی رو میگم، نه مفهوم افتاده، گفت خمینی که در سلسله مراتب مذهبی بالا اومده، باید از نظر معنویت، از نظر اخلاقی مثلا یه نمونه باشه، یه آدم خونخوار اینطوری در اومده. اگر این از سلسله مراتب ارتشی و از استواری بالا اومده بود، من نمیدونم چی میشد. ولی متاسفانه اون به اصطلاح اون اتکایی که صدیقی به خودش داشت و بختیار آماده فداکاری بود، سنجابی نداشت. و به خصوص در کنارش حسیبی هم بود، یار همیشگی که واقعا اسلامی بود، یعنی اصلا بله. ولی حالا برگردیم، برای اینکه صحبت زیاد میشه، نه اینو بگید چرا جبهه ملی الان نمیتونه کاری، برمیگردم به این مسئله. بله، امروز جبهه ملی بارها گفتم داره دو بوده، یکی بود اندیشه‌ای، یکی سازمانی. بله، بود سازمانی جبهه ملی در تمام دنیا مجموعه نیروی سازمان‌هایی که اون جبهه یا اون نهضت مقاومت فرانسه رو فرض کنید تشکیل دادن. بله، ولی بود اندیشه‌ای خیلی یعنی وسیع‌تره، گسترده‌تره. درست. و جبهه ملی به دلیل مبارزات مصدق، به دلیل آزادی که داده بود، به دلیل اینکه مردم به حرکت در اومده بودن، از ناامیدی به امید رسیده بودن، یک بعد اندیشه‌ای بزرگ داشت، هنوز هم داره. خب. و این بعد اندیشه‌ای در 25 خرداد هم بار دیگه خودش رو نشون داد. یعنی نه تنها در سی تیر، در 25 خرداد سال 60 هم خودش رو نشون داد. ولی امروز اون چه در ایران به نام جبهه ملی هست، من بارها گفتم نمیخوام دخالت بکنم که ایجاد تفرقه بکنه، ولی حقیقت اینه که اون چه در ایران هست جبهه ملی نیست. این میتونه اسمش باشه حزب جبهه ملی، مثل فرانسه حزب فران ناسیونال، یا تجمع مثلا، یا یاران جبهه ملی مثلا، یا حزب ایران، حزب جبهه ملی. این مفهوم جبهه‌ای نداره. جبهه تشکیل شده از تشکل سازمان‌ها و احزاب سیاسی و نمایندگان، اینا که اینها در جامعه نفوذ دارن و میتونن جامعه رو به حرکت در بیارن.
این جبهه ملی به دلیل اینکه جبهه ملی به مفهوم واقعی نیست، تعریف جبهه ملی، و به دلیل اینکه با گفتار مصدق و نوشتار مصدق که جبهه ملی باید تشکیل بشه از نمایندگان سازمان‌ها و گروه‌ها، اونم نیست، نمیتونه کارساز بشه. مگر اینکه کسانی به عنوان مؤسس در همین شرایط سر دوباره بیان تأسیس بیان و دعوت کنن از این سازمان‌ها و اون مجمع رو تشکیل بدن. احتمالاً اون نمایندگان احزاب و سازمان‌ها میتونن چند تا شخصیت ملی رو با رأی اکثریت وارد جمع، یعنی اون شخصیت باید بعداً بیان این تو توی این شورا. یعنی در واقع وقتی الان نگاه میکنیم بعضی از چهره‌هایی که به عنوان جبهه ملی صحبت میکنن اینا سابقه عضویت ندارن و هیچ وقت هم شورایی تشکیل نشده که اینا رو بتونه وارد بکنه. همینجوری آقای فلان حکم دادن آقای بهمان بیان تو شورا، همینجوری شدن عضو شورا. در حالی که قبلا شما ضابطه داشتید، انتخابات بود، من شاهد بودم خود شما وقتی عضو شدید اینا. و بعدم به هر روی همین جریانی که من جبهه نمیشناسمش میتونه بشه حزب جبهه ملی، نمیتونه یه رهبری داشته باشه که 94-5 سال آخر در این سن و سال. خود دکتر سنجابی وقتی اومد آمریکا، دوستانی که اینجا نشریه جبهه ملی رو داشتن و جناب علی در جریان بودید و ضد من بودن، برای اینکه من ادامه دهنده جبهه ملی بودم، رفته بودن دکتر سنجابی رو دیده بودن که آقا خواهش کنیم شما مجددن برگردید به جبهه. سنجابی گفت آقا چیز سیاسی هم به هر حال یه دوران سن بازنشستگی داره، بنده بازنشسته شدم. ولی گوی آقایی که الان ادعای رهبری به ادعای استاد ادیب برومند، شاعر گرامی و یکی از در واقع گرانبهاترین کلکسیون های جهان رو در زمینه کتاب های قدیمی دارن، وکیل معروف دعاوی، دخترشون هم در دانشکده ما بودن اون زمان، خیلی هم بهشون ارادت داشتیم. ولی گمان میکنم استاد ادیب برومند الان فقط باید یک رامودل باشه، باید یه نمادی باشه از اون نهضت ملی که در محضرش مردم کسب فیض کنن. ولی ایشون هنوز به عنوان رئیس گذاشتن، خب کسان دیگری به نظر من هستن که میتونن فعالیت بیشتری داشته باشن. بله، ولی با وجود این تغییر که لازم هم هست همونطور که اشاره کردید، ولی با وجود این تغییر این جبهه ملی نمیتونه به مفهوم جبهه ملی در درون جامعه ما که این همه ملیگرایی روز به روز گسترده میشه، نمونه شو در آرامگاه کوروش مشاهده کردیم که صدای مصباح یزدی و دیگران هم در اومد، با حزب جبهه ملی نمیتونه این کار جبهه ملی، یعنی جایگزین جبهه ملی نمیتونه بشه مگر جبهه ملی به مفهوم به واقعی تشکیل بشه. و از این مهندس کردستانی چرا در خارج نمیشه؟ چرا؟ من یادمه آقای مهندس کردستانی وقتی اومد بیرون، ایشون به اتفاق دو تن از دوستان قدیمیش که هر دو در واقع در اون دوران جزو جنبش دانشجویی بودن، بعدم فعال شدن، اومدن و نشریه رو بیرون دادن در کنار زندیات دکتر بختیار، و ولی کارشون دوام پیدا نکرد. در واقع اصیل ترین مجموعه که میتونستن همینا بودن. در اون زمان مرحوم لباسچی زنده بود، در اون زمان آدم های متعددی بودن که میتونستن جبهه ملی رو دوباره برپا کنن، مرحوم برومن بود و دیگران و دیگران که تعدادشون کم نیست. سوال میکنم چرا اون کار نگیره؟ با همین نیت من فرار کردم. زنور و آقای بله عرفعزاده با این نیت من فرار کردم. به همین دلیل هم نشریه پیام جبهه ملی که در ایران پرتیراژ ترین بود در همینجا. ولی متاسفانه دکتر مدنی و حاج قاسم لباسچی با من موافق نبودن. دکتر برومند موافق بود. بعد مشکلی ما پیدا کردیم با عرفزاده. عرفزاده میکشوند نشریه رو، یعنی مسیر رو، به کوچه های فرعی که من بهش توضیح دادم ما یک شاهرایی رو داریم میریم که رسیدن به آزادی و استقلال ایرانه. اگر بخوایم تو هر کوچه سر بکشیم به اون انتها نمیرسیم. به این دلیل من خودم رو کشیدم کنار و این ادامه به آقای عرفزاده برگشتن ایران
ظاهرا دفتر وکالتشون هم دایر کردن و به خوبی و خوشی در زیر سایه جمهوری ولایت فقیه مشغول زندگی هستن. خوب اشکالی هم نداره، ولی دیگه آدم نمیتونه بگه آقای عرفزاده عضو جبهه ملی. خسروخان سیفو میشه گفت تا امروز داره تحمل میکنه، آسیب میبینه و هست. عیسی خان حاتمی رو میشه گفت، برای اینکه همینطور تلاش میکنه. کوروش زعیم جوانترهایی که بعدن حالا به سن اینه بعد از میان سالی رسیدن، اینا به هر حال دارن فعالیت میکنن. شما با کدوم اینا هم فکری دارید؟ کدوم اینها رو تایید میکنید به نوعی؟ ببین، من شخصیت اینها رو هیچ کدوم رد نمیکنم. همه یه شخصیت ملی هن، همه فعالن کم یا بیش. من در کلیت صحبت میکنم، میگم اینها وقتی آرمان ملی گرایی دارن که طبیعتا استقرار مردم سالاری برای رسیدن به آزادی و استقلاله، اینها باید راه صحیح رو برن. همونطور که مصدق گفت آقا راه که شما میرین سرانجام نداره و همیشه ما ضرب المثلی داریم که راه بار کج به مقصد نمیرسه. بنابراین اینها باید از این علاقه مندیشون استفاده کنن، برن دنبال راه حل پیدا کردن. من نمیدونم میتونم در غیاب دوستانم، در با بودن دوستانم در ایران اینو بگم یا نه. از دید من سه نفر میتونن دعوت کننده باشن. حتما. یکی خسرو سیف. خود شمایی؟ نه، در ایران. بله بله. دعوت کنن. یکی میتونه هاشم سباقیان باشه، نه آقای یزدی. بله. یکی میتونه اکبر معین‌زاده، معین‌فر باشه. بله. که البته شرایط خوبی هم نظر نداره. ولی اینها به عنوان یک کسایی که هر کدوم اعضا بودن در، بله، اون در نهضت آزادی، در حزب ملت ایران، معین‌فر به خاطر وشه ملی، مبارزات مردانه‌ای که کرد، میتونن دعوت کننده باشن از این سازمان‌ها و این جمع تشکیل بشه و شخصیت‌هایی که امروز فعالیت میکنن در جبهه ملی، فعالیت میکنن، آرمان ملی هم دارن، اینا رو به عنوان شخصیت ملی بدون وابستگی به جریان سیاسی دعوت کنن. چه اشاره مهندسان، وقتی زیادی نداریم، سوال خیلی مهمی است. روزی که زندیات دکتر شاپور بختیار قبول کرد مسئولیت رو و دولت رو تشکیل داد، شما نرفتی تو دولتش، زندیات دکتر مدنی نرفت، دوستان دیگرش، کسانی که خیلی بهش نزدیک بودن، نرفتن، حتی رضا شایان که خیلی باش رفیق. فکر میکنی دکتر بختیار اگر موفق میشد چه راهی رو میرفت؟ مسیر بختیار چی بود؟ بعدن هم فرصت داشتی باش حرف بزنی. بله، اگر دولت بختیار ادامه پیدا میکرد، طبیعتاً برنامه‌ای که داشت همون برنامه‌ای بود که اگر صدیقی قبول نخست وزیری میکرد انجام میداد، و این برنامه همون برنامه‌ای بود که مصدق دنبالش بود. مصدق از نظر سیاسی که میدونیم معتقد بود که آزادی و استقلال دو روی یک سکن، نمیشه اینو جدا کرد. همون موقع حزب، همون موقع حزب توده اعلام میکرد که ما نباید برای استقلال فعالیت کنیم. درسته. فعلا برای آزادی، یعنی نمیخواستن که نفت ملی بشه، برای اینکه روس‌ها توقعی داشت. و بعد از اومدن خمینی هم سیاست عوض کرد. گفت اگر آزادی رو زیر پا گذاشتن مهم نیست، استقلال دارن حفظ میکنن. ولی مصدق میگفت اینا دو روی یک سکه. از نظر اقتصادی هم سریع بگم که مصدق معتقد بود که نفت باید، نباید وارد بودجه مملکت بشه، مملکت باید خودکفا باشه و از درآمد نفت برای ایجاد کارگاه ها، کارخونه ها، دانشگاه ها، انسان سازی که امروز میبینیم ژاپن و فنلاند و نمیدونم سوئد و دانمارک، اینا منابع تامین انسان دارن که دارن اینطور در دنیای امروز مطرح است. مصدق اینو معتقد بود و در اون زمان پیش بینی کرد که شاید به این شکل گفته نشد، ولی پیش بینی درست بود که ما نباید تک محصولی باشیم. اگر متکی باشه بودجه مملکت به درآمد نفت، همیشه میتونن ما رو زمین بزنن، کما اینکه اینا رو مجبور کردن. دقیقاً. گفت ما که سیر نمیشیم، بخصوص با مهندس هوشنگ کردستانی که آدم میشینه، مردی که خودش کتاب تاریخه. سپاسگزارم. به همه یاران نهضت ملی، جبهه ملی، در کنار مهندس کردستانی درود میفرستم. آرزو میکنم روزی دوباره این پرچم پر افتخار رو برافراشته ببینیم. بدون شک.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای جبهه ملی و از سران حزب ملت ایران، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. نفس تو هست فریاد خواهم کرد، ای میهن را با خون خود آباد خواهم کرد، تو را از دست این آزاد خواهم کرد. نفس تو هست فریاد خواهم کرد. بر خاک
چو بابک عاشقانی بیقرار بابک آواز مرا فریاد کن بی باک باش ای فریدون نیزه ای بر سینه ضحاک باش